فرقی نداره بزن بهادر باشی یا لات مجازی، وقتی وارد این راه شدی به سختی میتونی از اون خارج بشی و عاقبت بیشتر افرادی که پا به عرصه لات بازی گذاشتن مرگه. اما خیلی از همین گندلات ها به خاطر اینکه لقبشون سر زبون ها باشه خلاف رو ادامه میدن تا بزرگ و کوچیک بشناستشون و ازشون حساب ببرن. یکی از این گندلات ها که اسمش مثل بقیه پیچید و البته باند مخوفشون هم سر و صدای زیادی به راه انداخت، باند یاکوزاها به سرکردگی علی مطلب بود. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. اون از مخوف‌ترین خلافکاران شیشه در دهه 80 توی کشور بود. چند سالی بود که بازار شیشه تو ایران داغ شده بود. از سال 1384 شیشه به عنوان اولین مخدر صنعتی در ایران تولید و مصرف می شد و روز به روز به تعداد مصرف کنندگان و معتادان این ماده خطرناک اضافه می شد. پلیس تمام سعی خودش رو می کرد تا با بزرگترین قاچاقچیان شیشه برخورد کنه، اما هرچی تلاش می کرد قاچاقچیان یکی دو گام از پلیس جلوتر بودند. بررسی‌های پلیس برای برخورد با سرکردگان تا حدودی موفق بود و بیشتر تمرکزشون روی برخورد با خرده فروشان بود تا از این طریق از تزریق شیشه به بازار معتادان جلوگیری کنند. روزها در حال گذشتن بود که پلیس توی سال 1386 متوجه فعالیت گسترده بزرگترین باند تولید و توزیع شیشه توی تهران شد. بر اساس بررسی پلیس، اعضای این باند علاوه بر توزیع مواد در داخل کشور، مواد زیادی نیز به جنوب شرق آسیا ترانزیت می‌کرد. بررسی‌های بیشتر نشون می‌داد چند نفر از اراذل اوباش خطرناک تهران به همراه مجرمان حرفه‌ای این باند رو تشکیل داده و تمام اعضای باند خالکوبی مشترکی از طرح‌های جنوب شرق آسیا مثل اژدها رو دارند و به همین خاطر باندشون معروف به یاکوزا شد. با شناسایی باند یاکوزاها مشخص شد اونها هر جرمی را انجام میدن که مهمترینش تولید و توزیع شیشه است، اما در کار سرقت، آزار و اذیت به عنف و زورگیری همچنان هستند. پلیس که متوجه شده بود اعضای این باند به شدت حرفه‌ای‌اند و گیر انداختن اونها کاری طولانی و شاید نشدنیه، تحقیقات خودشون رو روی اعضای کوچکتر متمرکز کردند و از طریق خرده فروشان دستگیر شده متوجه شدند دو زندانی فراری با اونها در ارتباطه. به دست اومدن هویت این دو زندانی فراری مشخص شد اونها چندی قبل بعد از مرخصی از زندان دیگه به زندان بر نگشتن و بعد از فرار اقدامات مجرمانه خودشون رو آغاز کردند. پلیس با کمک خرده فروشان موفق شد این دو زندانی فراری رو توی تهران شناسایی و دستگیر کنه. توی بررسی‌های اولیه مشخص شد هر دو مجرم دارای خالکوبی مشترکند. سعید عضو دستگیر شده باند یاکوزاها در مورد خالکوبیشون گفت این خالکوبی وسیله شناسایی اعضای بانده و همه ما به دستور دو سرکرده باند این طرح رو روی بدنمون خالکوبی کردیم. ما بعد از اینکه جذب این باند شدیم، بعد از خالکوبی شروع به فروش مواد مخدر به خرده فروشان کردیم. یکی از اعضای این باند در مورد اینکه چرا از زندان فرار کرده گفت سرکرده اصلی باند علی مطلب شرور شناخته شده محله هاشمیه. وقتی من به زندان افتادم علی هر روز به خانواده‌ام سر می‌زد و به اونها پول و هرچی لازم داشتن می‌داد. وقتی از زندان بیرون اومدم اونها به من پیشنهاد دادن دیگه به زندان نرم و با باند یاکوزا همکاری کنم. من هم به خاطر خوبی‌های علی نتونستم به اونها نبگم و وارد باند شدم. تحقیقات پلیس نشون می‌داد علی مطلب و اشکان یاکوزا دو سرکرده اصلی بانده و بعد از اونها جوونی به نام حامد خطر وجود داره که باند رو در لایه‌های زیرین مدیریت می‌کنه.
با به دست اومدن این سرنخ و با توجه به اینکه علی مطلب جزء اراذل اوباش شناخته شده بود، کار دستگیری اونها شروع شد. بررسی‌های پلیس برای دستگیری اشکان و علی آغاز شد، اما اونها گویی قطره‌ای توی دریا شدند. علی مطلب با شرارت‌هاش محله هاشمی رو به هم ریخته بود. تمام همدستاش توی خیابون شریعتی دستگیر شدند، اما هیچ ردی از علی مطلب نبود. سرانجام ماموران مخفیگاه اشکان یاکوزا رو شناسایی و اونجا رو تحت محاصره درآوردند. در حالی که سرکرده باند قصد داشت از دست ماموران فرار کنه، غافلگیر شد و قبل از اینکه از طبقه چهارم به ساختمان کناری بپره و متواری بشه، دستگیر شد. در ادامه تمام توان پلیس برای دستگیری علی مطلب جمع شد، اما هیچ ردی از اون به دست نیومد. بعد از 2 ماه سرانجام ماموران متوجه شدن علی در محله اکباتان مخفی شده. ماموران یگان امداد پلیس امنیت و پلیس مبارزه با مواد مخدر مخفیگاه علی رو محاصره کردند تا اون راه فرار نداشته باشه و دستگیر بشه. اما علی که خودش رو در محاصره پلیس میدید، شروع به تیراندازی کرد تا بتونه متواری بشه. بعد از چند صد متر تعقیب و گریز ماموران به اون ایستادن، اما اون بی توجه به دستور پلیس سعی کرد از شهر اکباتان خارج بشه که ماموران اون رو هدف گلوله قرار داده و بزرگترین سرکرده باند یاکوزا به قتل رسید. با قتل علی و دستگیری حامد خطر و اشکان، بزرگترین باند قاچاق شیشه توی مرداد ماه سال 86 منهدم شد. اگرچه چند ماه بعد چند باند جدید قاچاق شیشه و فروش اون توی تهران کارشون رو شروع کردن. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.